همه گیتون خوش من آذر ماجدی هستم موقعیت زن در جامعه ایران یکی از مهمترین مسائلی هست که در این چل سال اخیر تحت جمهوری اسلامی در مورد اون صحبت کردیم به اون اعتراض کردیم برای تغییرش کوشیدیم موقعیت زنان به عنوان موجودات تحت ستم به عنوان شهروندان درجه دو و یا شاید حتی باید گفت درجه سه در جامعه یک امر و پدیده ای شناخته شده و پذیرفته شده از توسط تمام جامعه چون هایی که معتقدند باید اینطور باشه و چون هایی که به این شرایط معترضن و خواهان تغییرش هستن حتی کسانی که کاملا با جمهوری اسلامی هم فکر و هم نظر هم نیستن فکر میکنن این یک پدیده کاملا عادیه که موقعیت زن و مرد با هم متفاوت باشه از ازل و ابد این چنین بوده خدا این چنین خواسته هیچ وقت تو دنیا زن و مرد با هم موقعیت برابر نداشتن اصلا طبیعت زن با طبیعت مرد متفاوته زن ها مادر میشن بچه میزان شیر میدن نمیتونن با مردها موقعیت برابر داشته باشن ولی خوشبختانه در جامعه ایران اون بخشی که به این شرایط معترضن و خواهان تغییرش هستن بسیار وسیع تره. اکثریت جامعه خواهان تغییرند نسل جوان زیر بار این شرایط نمیره نشون داده نمیره اعتراض کرده به شکلهای مختلف و میخواد این موقعیت تغییر کنه ولی بخش سر اینه که چه میزان تغییر چه میزان تغییر برای جامعه قابل پذیرشه و به اون رضایت میده این اون سؤال اصلیه که باید بهش جواب داد آیا اگر الان فرزن ما در جامعه ایران که تحت حکومت اسلامیه زن و مجبورن هجاب سرشون کنن آپارتاید جنسی تو جامعه هست سیغه هست تعدد زوجات هست و غیر و غیر همه اینا رو میدونیم اگر فقط این قوانین اسلامی از جامعه محو بشه و دیگه زن مجبور به هجاب سر کردن نباشه آپارتاید جنسی از بین بره و تعداد زوجات لغو بشه سیغه غیرقانونی بشه ارث زن و مرد برابر باشه آیا دیگه این کافیه آیا این تمام اون چیزیه که ما میخوایم در اینجا جامعه به دو دسته یا چند دسته حتی تقسیم میشه اگر بر سر تغییر قوانین اسلامی اکثریت جامعه با هم تفاهم و توافق دارن در مورد اینکه چه میزان تغییر لازمه چه میزان تغییر باید در جامعه به وجود بیاد تب نظرات متفاوته از این روز که ما همیشه در مورد فرزن دو تا جنبش حرف میزنیم جنبش حق زن و جنبش آزادی زن جنبش حق زن اون جنبشیه که از یه ذره تغییر تا تغییرات بیشتر میخواد و جنبش آزادی زن اون جنبشی هست که تمام آزادی برابر یه کامل و به غید و شرط زن و مرد رو میخواد ولی آیا این امکان پذیره؟ آیا میشه جامعه ای داشت که زن و مرد کاملا با هم برابر باشند زنان از آزادی بیقید و شرط برخوردار باشند یا اینکه این برابری فقط یه برابری حقوقی خواهد بود زن و مرد در شرایط کار مشابه از دستمزد برابر برخوردار خواهند بود زنان میتونن به مشاقلی که مردها دست پیدا میکنن دست پیدا کنند قوانین اسلامی هم که قبلا بهش اشاره کردیم اونها هم تغییر کنه یعنی فرزن شرایطی که الان تو اروپا هست میشه گفت اروپای غربی ام، بهترین شرایط رو برای زنها تو دنیا داره ام، به انگلستان نگاه کنیم به فرانسه نگاه کنیم به خصوص به اسکاندیناوی اگر نگاه کنید فرزن جامعه سوئد موقعیت زنان در بسیاری موارد حتی از انگلیس و فرانسه هم بهتره فرزن در رابطه با کار خونه و در رابطه با بچه داری بس، مردای بسیاری تو این کارا دخالت میکنن و این وظیفه به عنوان وظیفه زنانه شناخته نمیشه ولی اونجا هم باز نگاه میکنیم میبینیم تفاوت ها موجوده تفاوت ها موجوده و آیا این تفاوت ها لازمه؟ آیا این تفاوت ها طبیعیه؟ آیا این تفاوت ها لا یا اینکه ما میخوایم تغییرشون بدیم؟ اینو همه سوالاتی هست که کسانی که خواهان تغییر موقعیت زن تو جامعه هستن چه زن چه مرد باید بهشون فکر بکنن چه میزان تغییر ما میخوان چه میزان تغییر عملی تحت چه شرایطی عملیه ادهی ممکنه به من بگن آ این عملی نیست زن و مرد بیولوژیشون هستن با هم فرق میکنه طبیعتشون با هم فرق میکنه آیا اینکه بیولوژی زن و مرد با هم متفاوته اینکه فرزند زنا حامله میشن بچه میزان بچه شیر میدن این, این از نظر بیولوژیک این مهمترین تغییری هست که بین مرد و زن وجود داره آیا این باید باعث بشه که زن و مرد از شرایط نابرابر یا نایکسان برخوردار باشند آیا وقتی که ما از برابری کامل حرف میزنیم میگیم زن و مرد باید عینا مثل هم بشن قیافهشون هم مثل هم بشه زندگی بچه دار نشه فرزن یا نه ببینید خیلی چیزا هست که قاعدتا وقتی جامعه تغییر میکنه تغییر میکنه و این تغییرات رو از حالا نمیشه پیش بینی کرد که چه خواهد بود کما اینکه توی اوایل قرن بیست کسی نمیتونست پیشروی های کنونی فرزن جوامع غربی رو در مورد حقوق زن پیش بینی بکنه یه تصویر عام داشت و برای اون تصویر عام مبارزه میکرد اولین جامعه ای که رفت برای برابری کامل و بیقید و شرط و آزادی بیقید و شرط زن، زنا روسیه بود همراه با انقلاب اکتبر تو سال 1917 جامعه زیرو رو شد موقعیت زن و مرد هر دو با هم زیرو رو شد تغییرات اساسی در جامعه به وجود اومد که هیچ کدوم از جوامع غربی تا 50 60 سال بعد از اون به اینها دست پیدا نکرده بودند البته بعد انقلاب شکست خورد جامعه عقب گرد کرد به یک جامعه ناسیونالیستی و سرمایداری دولتی و بسیاری از اون حقوقی که و شرایط فقط حقوق نه شرایطی که برای زنها تو جامعه ایجاد شده بود رو پس گرفتد یا پس گرفته شد یا از میان رفت ولی اگر شما به جامعه شوروی نگاه کنید بین 1917 تا 1930, 1935 موقعیت زن در این جامعه فرزن روسیه یا نه تمام شاید شوروی ولی بخش اصلی شوروی کاملا به اون چیزی که الان هست سی سال بعدش بود متفاوت بود در غرب کشورهای اروپایی کانادا آمریکا یه جنبش عظیم زنان در دهه هفتاد میلادی شکل گرفت و تا دهه هشتاد هم ادامه پیدا کرد و تغییرات بسیاری رو تو این جوامع به وجود آورد من این رو گفتم برای اینکه ببینیم اولا تغییر کاملا ممکنه لزوما تک تک تغییرات رو از قبل نمیشه پیش بینی کرد همراه با تغییر جامعه تغییراتی به وجود میاد که از قبل قابل پیش بینی نیست و اینکه میشه اینا رو پس گرفت اگر شرایط رو ما کاملا زیر رو نکنیم مثل اتفاقی که تو شوروی افتاد و تو روسیه افتاد و اینکه اینا به عنوان ازلی ابدی نیست و بیولوژی نقش آنچنانی در اون نداره هر چند که تلاش میشه تفاوت موقعیت زن و مرد رو تو جامعه با بیولوژی توضیح بدن بیولوژی بی تقصیره بیولوژی بی تقصیره به این خاطر که این واقعیت که زن حامله میشه و میزاد و بچه شیر میده این تفاوتی که گفتیم مهمترین تفاوت بیولوژیک بین زن و مرد حالا مرده ممکن ممکنه فیزیکشون نه همه هر زنی با هر مردی بلکه به طور کلی مردا از نظر بیولوژیک بدنی قوی ترن از زن که الان میبینیم با ورزش هایی که انجام میشه و نمیدونم اه... کارهایی که توی زمینه ورزش انجام میشه بسیاری از اینها هم تغییر کرد در نتیجه وقتی ما از برابری کامل حرف میزنیم و واقعی و آزادی بی غیر و شرط مثلا اونی نیست که بیولوژی زن و مرد هم یکی بکنیم نه این خواستی ماست نه ضرورتی داره نه مطلوبیتی داره در جامعه ای که فلحال تبعیض علیه زن وجود داره اینکه زن مادر میشه خودش تبدیل میشه به یه مانع در مقابل زن که تو جامعه رشد بکنه جلو بره در همه چی شرکت داشته باشه و از برابری برخوردار باشه ولی تو جامعه ای که این نابرابری ضرورتی نداره مادر شدن هیچ مانعی در مقابل زن نمیذاره و فقط لذت مادر شدن هست که برای زن میمونه و شاید ما یه جامعه داشته باشیم که مردها حسرت بخورن که چرا نمیتونن اونها هم بزن شیر بدن بچه رو اون رابطه ای رو که مادر میتونه با بچه داشته باشه اونها هم به همون شکل داشته باشن کم اون که الان همونطور که گفتم فرزن تو جوامع اسکاندیناوی به خصوص مثل سوئد و دانمارک و نروژ و غیره که بسیاری از پدران به خصوص نسل جوان در رابطه با نگهداری نوز... ف... نوزاد و کودک و کار خونگی سهیم هستند میبینیم که مردا رابطه بسیار نزدیکتری دارند از اون بچگی از اون کوچیکی با بچهشون شیر میدن بچه رو البته با شیشه همون میکنن بچه رو بچه رو میبرن مدرسه میبرن مهد کودک باش بازی میکنن همومش میکنن همه کاری که مادر میکنه و یه رابطه بسیار زیباتری بین پدر و کودت وجود داره و رابطه زیباتری تو کل خانواده وجود داره حالا من راجع به این ظرافت نمیخوام اینجا صحبت کنم فقط اینها رو به عنوان نمونه گفتم که ببینیم که چه تغییراتی میتونه وجود داشته باشه چه تغییرات قابل پیشبینیه چه تغییراتی قابل پیش بینی نیست در نتیجه کسانی که به تغییر موقعیت زن فکر میکنن فعالین حقوق زن فعالین آزادی زن فعالینی که برای یک جامعه آزاد و برابر مبارزه میکنن باید به این مسائل فکر کنن به زوایای مختلفش نگاه کنن مسائل رو زیر سوال ببرن و ببینن چه, چه،, چه جامعه ای رو میخوان چه جامعه ای میخوان سوال اصلیه برای اینکه آزادی زن و برابری زن و مرد تو هر جامعه ای امکان پذیر نیست اده زیادی فکر میکنن که علت موقعیت کنونی زن فرهنگ پس شما اگه فرهنگ رو عوض کنی زن و مرد برابر میشن این دوتا کار بکنیم یکی قوانین رو عوض کنیم بگیم زن و مرد در, قانون برابرن و قوانین برابر بذاریم و بعد فرهنگ رو عوض کنیم وقتی زن و مرد برابر میشن نگاه میکنیم میبینیم که تو قرب قوانین رو همه رو عوض کردن جنبش حق زن و آزادی زن مبارزه کرده هنوز که هنوز مدام دارن تو تلویزیون و میدیا و اینا راجع به این قضیه حرف میزنن ولی هنوز زن و مرد با هم دیگه یه دریا فاصله دارن اون چیه که این کارو میکنه قطعا فرهنگ نقش داره و وقتی من میگم فرهنگ اینجا ایدولوژی حاکم رو بیشتر میخوام بگم مذهب تمام مذاهب زن ستیزه اسلام، مسیحیت، یهودیگری، بودایی، زرتشتی هر مذهبی رو که روش انگوش بذارید اینها همه زد زن ستم زن و ستم کشیر زن رو به عنوان یه رکن در اساسشون دارن در اصولشون دارن و حالا با یه سر تفاوت یکی حالا مثلا اسلام میگه هجاب باید سرش بکنه مسیحیت این رو نمیگه آپارتاید جنسی رو مسیحیت نمیگه ولی یهودیگری هم داره ولی اون حالت به اصطلاح تابع رو تمام مذاهب برای زن تبلیغ میکنن و اشاعه میده که شما ببینید تمام جریانات ناسیونالیستی زن ستیزن ناسیونالیزم ایرانی علا رقمی که الان به خاطر وجود جمهوری اسلامی به اسلام نقد میکنه و میگه زن باید آزاد باشه و غیره تو همون چارچوب ناسیونالیزم ایرانی که زرتوش مذهب رو هم به عنوان یه رکن خودشون تحسین میکنن و بهش پروبار میدن زن ستی در زمان سلطنت پهلوی هم زن ها تحت ستم بودن به شدت و بسیاری از قوانین مذهبی و شرعی و اینا همه حاکم بود تو جامعه تغییر خیلی کم بود با جمهوری اسلام ناسیونالیزم های قوم پرست رو نگاه کنیم خود ایران من فعلا دارم راجع بهش حرف میزنم ناسیونالیزم کرد رو ببینید الان قتل های ناموسی و خودکشی های زنا به خاطر ستم و غیر و غیره رو وقتی نگاه میکنید که الان افزایش هم بسیار پیدا کرده یه رکن این قضیه اسلامه یه رکنش هم ناسیونالیزم قومپرسته ناسیونالیزم های دیگه هم که تو جاهای دیگه آذری و نمیدونم بلوچ و همه عرب و ناسیونالیزم هایی که توی اروپا هست اون الان جریانات دست راستی ناسیونالیستی افراتی بهش میگن که دارن قدرت میگیرن یا برای قدرت مبارزه میکنن نقش تابع زن رو حتی وقتی زن نخست وزیرشون میشه حتی وقتی زن نماینده هاشون میشه فرزن لهستان یه زن نخست وزیره دقیقا هنوز همونه یا تو آمریکا تو حزب جمهوری خواه که بسیار بسیار زن ستیز تره سناتور و نماینده مجلس زن زیاد دارن ولی اونها هم از مسیحیت و تمام اون قوانین دفاع میکنن یعنی لازم نیست فقط مرد باشه رئیس حکومت زن هم که باشه با همون ایدئولوژی همین اتفاقات میفته ولی آیا میشه بدونی که دست به ترکیب جامعه زد ایدولوژی رو تغییر داد فرهنگ رو تغییر داد مذهب رو شکن کرد آیا واقعا میشه؟ این یک سوال اساسی دیگه ای هست که در برابر ما قرار میگیره ما در برنامهمون یک دنیای بهتر به قلم منصور حکمت که در حزب کمونیست کارگری اولیه این تصویب شد و الان خب روشن دیگه اون حزب کمس کارگری همون حزب کمس کارگری نیست ولی برنامه یک دنیای بهتر برنامه هست که ما به عنوان سندی برای تغییر جامعه و استراتژیمون در مقابلمون داریم مسئله زن رو به این شکل میگه میگه علا, درو... علا رقم این که مذاهب همشون زن ستی زن و اول چطوری این مسئله زن شکل گرفت و به خاطر مصب بود و یا به خاطر هرچی بود الان تو شرایط کنونی که تمام دنیا سرمایداری توش حاکمه ستم کشی زن و موقعیت فرو دست زن به خاطر نظام سرمایداری چرا همینطوری ما داریم اینو میگیم؟ چرا همه چیو میذاریم سر سرمایداری؟ ممکنه که این سال آیا یعنی چه ربطی داره؟ ربط داره رب داره سرمایداری نظامی هست که بر مبنای استثمار بنا گذاشته شده بر مبنای سود انباشت سرمایه و کسب سود و سود و سود و سود بورژوازی یا طبقه سرمایدار و حکومت سرمایدارا برای اینکه بتونه این استثمار رو تداوم ببخشه طبیعی جلوه بده در این حال تفرقه و جدایی بین به بخش های مختلف جامعه و به خاطر میان طبقه کارگر در اصل ولی به طبقه اون در کل جامعه ایجاد میکنه نمیتونه در بین بورژوازی همه چی برابر باشه ولی در مورد طبقه کارگر نباشه در تبدیل میشه به یه پدیده اجتماعی و در به عنوان اون فرهنگ یا ایدولوژی که بر کل جامعه حاکمه به قول مارکس روبنا در نتیجه جامعه سرمایداری تمام اقموندگی ها و تفاوت هایی که تو جوامع پیشین بوده رو میگیره و اونایی که به دردش میخوره رو حفظ میکنه شکل میده توسعه میده در جهت تأمین نیازهای خودش تبعیض نژادی هم به یه معنا همینطوره فرزا نگاه کنیم اگه ما بریم از بردهداری شروع کنیم که بردهداری آوردن انسانهای آفریقایی میلیون ها نفر به اروپا به امریکای آمریکای لاتین به آمریکای شمالی برای اینکه بتونن ازشون از گردشون بیگاری بکشند آغاز شد و با رشد کامل نظام سرمایهداری بردهداری هم که از بین رفت این برده ها کماکان در پایین ترین بخش جامعه قرار گرفتن و تر تبعیز کامل قرار گرفتن آپارتاید نژادی وجود داشته تو تمام این جوامع اگر تو ایران آپارتاید جنسی وجود داره آفریقای جنوبی خود آمریکا و بعضا حتی وقتی که لغو شده به شکل فرمال و حقوقی به شکل واقعی تو جامعه این آپارتاید ادامه پیدا کرده و تبعیض نژادی این همه علیهش مبارزه شده هنوز که نگاه میکنید در بسیاری جاها حتی بیشتر شده تو خود آمریکا ببینید چگونه پلیس سیاه‌پوستا رو میکشه هنوز که هنوزه سیاه پوستان رو میندازن زندان برای جرمای بسیار کوچیک برای اینکه اونجا به بو عنوان برده تو زندان ازشون کار میگیشن و نیروی کارشون رو استثمار میکنن نمیخوام دوشم فقط دارم مثالهایی میزنم که این روشنتر بشه حتی تبعیض نژادی رو وقتی بهش نگاه میکنید چه ربطی داریم ما خب چرا نمیتونیم رفعش بکنیم قانون بذاریم روشنگری کنیم فرهنگ رو روش بدیم تو مدارس اینا گفتنش ساده است ولی در عمل نمیشه نگاه بکنیم از دهه هفتاد میلادی که جنبش حقوق مدنی تو آمریکا شکل گرفت و یه جنبش وسیع علیه تبعیض نژادی بود و بسیاری از قوانین بردوار و آپارتاید رو لغو کرد بعد تو آفریقای جنوبی لغو شد نگاه کنید تبعیض نژادی تو همین 20 سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده اگر یه مبارزه باهاش به نظر میرسه افزایش پیدا کرده خود پدیده تبعیض نژادی این تفاوت ها این جدایی ها این نابرابری ها رو سرمایداری بهش احتیاج داره برای اینکه بتونه بیگاری بکشه برای اینکه بتونه استثمار رو شدید بکنه برای اینکه بتونه نرخ استثمار رو افزایش بده برای اینکه بتونه انباش بکنه به این نوع تفاوت ها و این تبعیض ها احتیاج داره و به همین خاطر هست تبعیض بین زن و مرد به طور کامل از بین نخواهد رفت تا زمانی که سرمایداری حاکمه به نظر من تاریخ رو اگر بررسی کنیم حتی اگر مارکس و مارکسیزم و تئوری رو بذاریم کنار و یک نگاهی بکنیم به تاریخ از قرن 19 از پیدایش سرمایداری تو دنیای غرب و بعد جنبش های اجتماعی که شکل گرفته انقلاباتی که شکل گرفته ای مد... ای م... اه... برای تغییر به اینها نگاه بکنیم و منحنی تغییرات رو بکشیم میبینید که یه تغییرات وقتی جنبش های اجتماعی میان وسط میجنگن یه تغییرات مثبتی پیش میاد وقتی این جنبش ها فروکش میکنن دوباره میره پایین و به یه شکل دیگه میزنه بیرون تو خود جامعه ایران رو ببینید با آمدن جمهوری اسلامی وضع زنا بدتر شد الان یه جنبش عظیم و بزرگ برای برابری زن و مرد جامعه ایران وجود داره در نتیجه با وجودی که قوانین هنوز همون قوانین عقب افتاده است زنا تونستن توانمندی پیدا کنن و موقعیت خودشون رو به شکل دو فاکتو به شکل عملی تغییرات توش ایجاد کنن اگر این جنبش بخوابه دوباره و از میگرده به این یه واقعیته و از این روز که برنامه دنیای بهتر برنامه حزب کمونیست کارگر ایران حکمتی است برنامه که سازمان آزادی زنم بهش کاملا اعتقاد داره و دنبال میکنه در مورد نابرابری زن و مرد چنین میگه سرمایه داری حالا قبل هر چی بوده دلیلش هر چی بوده ما وارد اون نمیشیم یک الان دلیلش اینه الان اگر بخوایم وضع زن رو تغییر بدیم به طور کامل اگر بخوایم یک جامعه ای بسازیم که زن و مرد توش برابرن و نه فقط حقوقی بلکه واقعی و زنان از آزادی بی و شرط برخوردارند باید جامعه سرمایه رو بندازیم در نتیجه تغییر جامعه به این معنا که ما جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین و سرنگون کنیم پایان کار نیست برای جنبش آزادی زن جنبش آزادی زن وظایف دیگه ای رو باید اون موقع جلو خودش بذاره روش های شاید دیگه ای رو هم اتخاذ کنه برای اینکه بتونه به برابری واقعی برسه اگه فقط لغو هجاب ممنوعیت سیغه لغو تعدد زوجات لغو اجازه شوهر برای کار و غیر و غیر فقط اینا مثلا مون نباشه و خانه برابری کامل باشه یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که تو این جوامع الان به خصوص راجبش زیاد صحبت میشه خشونت علیه زنا هست توسط مردان خشونت علیه زنا اشکال دیگه هم داره الان فرزن خشونت علیه زنان توسط دولت تو ایران یه پدیده خیلی خیلی آشناس همه میفهمن همه میدونن هر روز میبینن حتی یه بچه کوچکم میدونه خشونت علیه زنان توسط زنای دیگه این هم خیلی روشنه ولی کسی راجب حرف نمیزن خشونت مردا علیه زنان راجبش صحبت میشه این بحثیه که قبل هم ما تو چندین برنامه راجبش صحبت کردیم چون مسئله مهمیه و تو برنامه امروز وقت نیست که بیشتر راجبش صحبت کنیم در برنامه آتی حتما راجبش دوباره صحبت کنیم. اگر بیولوژیک نیست پس چرا مرد علیه زن خشونت میکنه این یه سواله آیا این بیولوژی نیست آیا هورمونای مرد نیست آیا مرد ذاتا زورگو نیست ذاتا خشن نیست یه پاسخ نی بزرگ به این سوال و اینکه اینکه مرد به عامل خشونت و فشار بر زن تبدیل میشه اون هم اساسش ریشش در همین مناسباتی هست که راجبش حرف زدی مناسباتی که خشونت رو تو جامعه تشویق میکنه رشد میده شرایط شکگیری و رشدش رو تامین میکنه بدون خشونت جامعه سرمایداری رو نمیتونید تصویر کنید چگونه میشه یه طبقه اقلیتی یه طبقه بزرگتری رو اینطور استثمار خشن بکنه ولی خشونت اعمال نشه حالا بگذاریم که خود استثمار خشنه خشونته خود کار کشیدن از یه دی به این شکل خشونته مجبور کردن این به این که یک انسانی ده ساعت دوازده ساعت تو اون شرایط کار بکنه خشونته زندگیشو براش دیکته بکنه اینا همه خشونته و بعد این اختلافی که وجود داره بین طبقات خشونته فقر و گرسنگی خشونته حالا علاوه بر این اشکال خشونت که شاید برای یه عده اینها جز واقعیات و ملزومات جامعه است و بهش خشونت گفته نمیشه خشونت های دیگه ای که بهش خشونت گفته میشه مثل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت زبانی اینها هم از این شرایط نابرابر زورگویی طبقه حاکم به طبقه محروم و زیر دست میاد بیرون ما همه تو یک شرایطی تو یک جامعه ای به دنیا میایم که خشونت تو تمام تار و پودشه از کوچیکی خشونت رو میبینی هر کی باید از خودش دفاع کنه هر کی قوی تره پس اون ضعیف رو جلوش وای نیسته ضعیف کشی به یک نوعی یک بخشی از این جامعه است و اگر ضعیف کشی به عنوان یک بخشی از این جامعه یه نهادی در جامعه وجود داره از نو هر روز هم باز تولید میشه اینکه یه مرد زنش میزنه چیز عجیبی نیست ضعیف کشی یک اصلی در این جامعه است و جامعه ای که تمام اساسش بر نابرابری گذاشته شده پلیس و ارتش و دادگاه و زندان ساختن برای اینکه بتونن این شرایط رو تامین کنن ما چرا احتیاج به زندان داریم چرا احتیاج به پلیس داریم برای اینکه وقتی کارگرا میرن اول ماه می تظاهرات بشه رفت زدشون بشه دستگیرشون کرد بعد شکنجهشون کرد بازجوییشون کرد زندانشون کرد برای اینا ما احتیاج داریم وقتی اینا هیچ کدوم ضرورتی نداشته باشه برای اتفاقاتی که ممکنه بعضا اینجا و اونجا بیفته شما میتونید کاملا نهادی دیگه و اشکال دیگه برای مقابله باهاش به وجود بیارید احتیاج به پلیس نخواهید داشت احتیاج به زندان نخواهید داشت قطعا احتیاج به شکنجه و بازجویی نخواهید داشت و وقتی که این نهاد خشونت رو در این شکل ماکرو شما از جامعه بکشید وقت ببینید چقدر خشونتی که تو جامعه باقی میمونه خشونت جنسی به همین شکل بیشترین خشونت ها نسبت به بچه ها انجام میشه و عموما توسط مقامات مذهبی و نهاد مذهب که دیگه هممون میدونیم و بعد در اشکال دیگرش. همونطور که گفتم بحث خشونت رو برای یک برنامه دیگه میذاریم چون خودش بحث کاملا مفصلیه. اینجا خواستم فقط تو این بحث عمومی و کلی بهش اشاره بکنم و بگم که حتی خشونت هم زاییده ای این نظام نابرابر این نظامی هست که مبناش بر استثمار خشن یک طبقه توسط طبقه دیگه قرار داره و برای اینکه این استثمار بتونه تامین بشه انباشت سرمایه بتونه تامین بشه سود و سود و سود و سود بیشتر بتونه تامین بشه شما احتیاج به یک سیستم کاملا خشن دارید که با پلیسش و زندانهاش و با توماش و شکنجش بتونه این نظام رو حفظ کنه و وقتی تو این شکل ماکرو کل جامعه اساسش بر خشونت نهاده میشه خشونت تو خانواده خشونت تو مدرسه خشونت پدر به بچه خشونت مادر به بچه و خشونت تو خیابون یه پدیده کاملا قابل درک و طبیعی میشه به یک معنا در نتیجه جنبش آزادی زن فعالین آزادی زن باید به این سوالات اساسی بیاندیشند باید به اون جامعه ای که میتونه موقعیت برابر زن و مرد رو تامین بکنه و برابری واقعی رو تامین بکنه نه فقط حقوقی و زن به عنوان یک موجود کاملا آزاد به عنوان شهروند برابر به حیاتش ادامه بده باید مناسبات رو از بیخوبون زیرو رو بکنیم و این اون هدف بزرگی هست که در مقابلمون قرار داره و این افقی هست که باید در مقابل خودمون قرار بدیم و بدونیم که با سرنگونی جمهوری اسلامی کار ما پایان نمیابه کار ما ادامه داره تا ایجاد یک جامعه آزاد برابر و مرفه جامعه سوسیالیستی زن و مرد هم دقیقا و فقط در چنین جامعه ای می میتونند به برابری کامل و واقعی و آزادی دست پیدا کنند متشکرم من در کل میخواستم شما. دیدگاهتون در رابطه با اعتراضات ونزوئلا رو بپرسم شما این اعتراضات رو چگونه میبینید؟ قطعا مردم یه اعتراضات به حقی دارن الان وضعیت اقتصادی تو ونزوئلا به خصوص بسیار بسیار بده با تحریم هایی که دولت آمریکا تحمیل کرده به ونزوئلا وضعیت مردم کارگر و زحمتکش چند صد برابر بدتر شده قیمت ها بسیار بالا رفته و حقوقی که مردم میگیرن بخش اعظمشون روشن زحمت کشا کارگرا کفاف نمیده برای تأمین معاششون و زندگیشون بسیاری حتی پیاده را افتادن از ونزوئلا اومدن که مهاجرت کنن به آمریکا یا کشورهای دیگه بخشن بعضی رفتن برزیل آرژانتین این وضعیت واقعی و نارضایتی مردم کارگر و زحمتکش بالاست از اون طرف یه بخشی هستن که اتفاقا بخش ثروتمند و هستن و توی این دولت به طور مستقیم نقش ندارن مخالف و اپوزیسیون این دولتن ولی مشکلشون این مشکلات مردم نیست بلکه میخوان قدرت رو از دست دولت مادورا در بیارن بیرون درچه اون چیزی که ما الان تو ونزوئلا شاهدش هستیم بخشن اعتراضات واقعی مردم برای وضعیت به خصوص وضعیت بد اقتصادی و خب روشن اختناق هم در اونجا حاکمه حالا درجاتش چقدره برای من راستش کاملا روشن نیست از دور به خاطر اینکه اخباری که از ونزوئلا میاد بیرون همه اخباری هست که به سمت علیه این دولت چون هستن دولت های تمام اخباری که میاد حاکی از شرایطی هست که خب روشن شرایط خیلی بدیه ولی چقدر این واقعیه راستش برای ما اینجا زیاد روشن نیست ولی بخشا هم اعتراضاتی هست که توسط اپوزیسیون آمریکایی و اینجا داره سازمان پیدا میکنه دولت ترامپ رسما و علنا رفته پای رژیم چنج و تلاش داره میکنه که دولت مادورا رو بندازه و دولت رو بیاره که دقیقا با سیاست های و اهداف خودش همخانی داره این تح... تحمیل تحریم اقتصادی شروع کرده که این پروسه انجام بشه و حالا که مردم نارضایتی توشون زیاد شده و مهاجرت و پناهندگی به شدت بالا رفته میخوان سعی کنن که این طرف رو بیارن سر کار و به محض اینکه تصمیم گرفتن دولت آمریکا و دولت بریتانیا اینو به رسمیت شناختن در حالی که هنوز ما درا سر کار بود در نتیجه قطعا اعتراضات مردم به حق قطعا دردی که مردم میکشن و میخوان ازش خلاص بشن به حق ولی اون چیزی که میخوان جای ما دورا بذارن یک دولتی هست که قرار از سیا... ام... یار ترامپ باشه یا رئیس جمهور برزیل یه فاشیسته رئیس جمهوری که اخیرا تو برزیل سر کار اومده یه فاشیست به تمام معناست و این ها و اون دولت برزیل هم با سیاست های ترامپ همگام شده و میخواد اینو بیاره خلاصه, خلاصه بکنم بخصم طولانی نشه میخوام بگم که اعتراض به دولت ما دو... کاملا به حقه ولی بخشی از این اعتراض توسط رژیم چنجی های آمریکا و دولت فاشیست برزیل و دولت بریتانیا و اینها داره سازماندهی میشه و روشنه که ما که به خصوص خودمون تو شرایط شاد مشابهی قرار داشته باشیم برامون روشنه من یه مثال بزنم الان مردم به حق اومدن میخوان جمهوری اسلامی رو بندازن از اون طرف جریانات راست چه رژیم سابقی ها چه اونهایی که قبلا استاد طلب حکومتی بودن حالا رفتن با اونا اونها هم با کمک آمریکا میخوان این رژیم بذارن سر جاش روشنه ما با هر دوتا مخالفیم هم با جمهوری اسلامی هم با اون آلترناتیو و خودمون رو به عنوان یه نیروی سوم داریم سازمان میدیم ونزوئلا این نیروی سوم چقدر سازمان داره چطوره راستش من اطلاعاتم قد نمیده خب عنوان میشه که دولت مادرو یه دولت چپ و سوسیالیسته و باید ازش حمایت کرد این دو قطبی کردن بین مادرو یا مادرو یا گوایدو رو شما چگونه میبینید ببینید این سیاست های ضد آمریکایی دفعه اولی نیست که داره شکل میگیره از زمانی که ما دو قطبی بلوک شرق رو داشتیم و بلوک قرب رو داشتیم زمان جنگ سرد بود طرف علیه امپریالیسم آمریکایی ایستادن یه امری بود که بسیاری از سازمان های چپ و تحت نام کمونیسم از این سیاست دفاع میکردن تو خود ایران خیلی روشن اینطوری بود ما وقتی که انقلاب 57 شکل گرفت بخش اعظم چپ به این معنا ضد امپریالیست بود و بعضا تا مدتی اینها مثلا دماگوژی و عوام فریبی های خمینی رو خریدن به خاطر اینکه مثلا به آمریکا بد و بیراه میگفت و این ما از همون موقع جلوی این نوع سیاست که وایستاده بودیم از همون موقع این سیاست های ضد امپریالیستی که حالا چون آمریکا هست پس من میرم پشت شوروی یا اون موقع جهان سه جهانیان بودن میرن پشت چین رو ما همون موقع چهل سال پیش هم نقد میکردیم و الان که دیگه خیلی روشن و که فرزن از مادورا روسیه داره دفاع میکنه یا چین داره دفاع میکنه اگه بخوام اینطوری بهش نگاه بکنیم دانش از نظر ما اینکه که صرف اینکه آمریکا با یه دولتی مخالفه این معنا رو نمیده که ما پس باید از اون دولت حمایت کنیم چون اگر اینطوری بود خیلی روشن باید به این آدم کسایی که همچین سیاستهایی دارن بگیم خیلی خوب الان آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو بندازه دیگه پس من برم پشت جمهوری اسلامی البته که نه من هم جلو آمریکا ایستادم هم تمام اون اپوزیسیون آمریکایی رژیم چنجی میستم هم جلو جمهوری اسلامی ایستادم و پرچم خودم رو و قطب خودم رو بلند میکنم توی ونزوئلا ما از هیچ کدوم از این دولت ها حمایت نمیکنیم ما قطعا از رژیم چنج آمریکا و سیاست رژیم چنج آمریکا دفاع نمی کنیم. قطعا محکوم میکنیم و از اون طرف از دولت مادورا ما حمایت نمی کنیم. دولت مادورا اصلا ربطی به سوسیالیزم نداره. حتی چوز رئیس جمهور پیشین که یه مقدار زیادی سیاست های اصلاح طلبانه به طور واقعی تو کشور پیاده کرده بود و بخشی از درآمد نفت رو برای بالا بردن سطح معیشت طبقه کارگر و مردم زحمتکش صرف کرده بود و بهداشت و از تحصیل و بسیار بسیار بهتر بود و بخش زیادی از مردم به خاطر این چیزا راضی بودن حتی ما چوز روی دولت سوسیالیستی نمیدونستیم این دولت مادورا که حتی رفتی به اونم نداره ما دولت کوبارم زمان کاسترو که خیلی از این دولت چوز هم رادیکال تر بود سوسیالیستی نمیدونستیم در بحث این که این سوسیالیسم که کاملا مسخره است کاملا موسه هیچ ربطی نداره به سوسیالیزم بحث سیاست ضد امپریالیستی هم به این شکل کاریکاتور شدهش روشنی که ما ازش دفاع میکنیم ما خواهان این هستیم که مردم کارگر و زحمتکش بتونن پرچم خودشون رو به طور مستقل برافرازن، بتونن حزب و تشکلات خودشون رو داشته باشن حتی زمان چوز اینطور که اخبار میاد بخش اون رهبرهای کارگری که با چوز همخوانی نداشتن تو زندان بودن و به همین دلیل الان میگم برای ما که بیرون هستیم و اخبار رو نمیذارن به طور روشن بیاد بیرون به خاطر رسانه های قلبی که تمام از دولت های خودشون امدتا طرفداری میکنن و اونهایی هم که از دولت خودشون طرفداری نمیکنن سیاست هایی مثل همین که الان شما مثال زدید ازش رو پشتیبانی میکنن چون با آمریکا بدن پس میرن پشت ما دورن. در نتیجه اینکه به طور واقعی طبقه کارگر مردم زحمتکش از چه نوع تعذب از چه نوع تشکلی برخوردارن چه چگونه دارن خودشون سازمان میدن ما خبر زیادی بر... نداریم یا من شخصا ندارم ولی قطعا این سیاستی که شما بهش اشاره کردید یعنی دفاع از دولت مادورا به خاطر اینکه ضد امپریالیسته اصلا ربطی به یه سیاست ترقی خواهانه سیاست چپ و کمونیستی نداره